به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. همیشه شنیدن داستان زندگی علما و عرفایی که عمرشون وقف خدا و بندگی خالصانه بوده حال آدمو خوب میکنه، مخصوصا اگه در بند گناهایی باشیم که ما رو از رحمت خدا ناامید کرده باشه. مرور زندگی نامه کسایی مثل آیت الله بهجت روح تازه‌ای در کالبد ما میدمه. وقتی از تحول کسایی حرف میزنیم که عمری غرق گناه و غفلت از یاد خدا بودن، روحیه میگیریم. امیدوار میشیم و تأثیراتش رو تو زندگی خودمون میبینیم. یکی از کسایی که تو زندگی خیلی ها تحول ایجاد کرده، مرحوم آیت الله بهجته. امروز و تو این ویدیو میخوام به داستان این مرد بزرگ و جوان شرابخوار بپردازم و روایتگر این قصه باشم. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست، روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. دانشجو بود، دنبال عشق و حال، خیلی مقید نبود، یعنی اهل خیلی کارها هم بود. توی یخچال خونش مشروب هم میتونستی پیدا کنی. خلاصه که رابطه خوبی با خدا و پیغمبر نداشت و در یک کلام تعطیل بود. زندگی بدون خدا روزها و شبهاش سپری میشد و دانشجوی قصه ما قوطه‌ور در زندگی خودش. از طرف دانشگاه قرار بود بچه‌ها رو ببرن قم. تو دلش گفت هم فال هم تماشا، من که بیکارم، میرم یه آب و هوای عوض میکنم و برمیگردم. شاید نمیدونست قراره چه اتفاقی بیفته، حتی شاید تو دلش قنداب شده بود که میریم و صفایی میکنیم، چند ساعتی از درس و بحث خلاص میشیم و خلاصه کیف میکنیم. رسیدن قم، قرار شد با حضرت آیت الله بهجت هم دیدار داشته باشم. شاید انتظار چنین چیزی رو نداشت. کسی که با آخوند جماعت رابطه خوبی نداشته باشه شوکه میشه. شاید هم از اینکه داوطلبانه با دانشجوها راهی قم شده بود پشیمون بود. از این به بعد رو بذارید خود حمید براتون تعریف کنه. وقتی رسیدیم پیش آقای بهجت، بچه‌ها تک تک ورود می‌کردن و سلام می‌گفتن. آقای بهجت هم به همه سلامی می‌گفت و تعارف میکرد که وارد بشن. جو عجیبی بود. ما تو مبهوت بودم. انگار یه دنیای جدیدی بود. یه حس عجیب. با همه سفرها فرق داشت و اردویی متفاوت بود. من چند بار خواستم سلام بگم. منتظر بودم آقای بهجت به من نگاهی کنه. اما اصلا صورتشون رو به سمت من بر نمیگردوندن. در حالی که بقیه رو خیلی تحویل میگرفتن. یه لحظه تو دلم گفتم حمید، میگن این آقا از دل آدما هم میتونه خبر داشته باشه. تو با چه روی انتظار داری تحویلت بگیره؟ تو که خودت میدونی چقدر گند زدی. کسی که چشم برزخی داره و میگن با امام زمان در ارتباطه، حتما میدونه کی هستی و چی کاره ای. چرا فکر کردی باید نگات کنه و تحویلت بگیره؟ با خودت چی فکر کردی؟ زمانی که گناه میکردی و خدا رو نمیدیدی، اینقدر شرمنده نبودی که الان از بیمحلی آیت الله بهجت به خودت شرمگینی؟ نمیدونم قبلاً کلیپ چشم برزخی رو که تو کانال منتشر کردیم دیدین یا نه، یا کلیپ قبلی که دو سه روز پیش با عنوان داستان آیت الله بهجت و جن رو تماشا کردین یا هنوز فرصت نشده ببینین. اما اگه ندیدین یا تازه عضو کانال شدین، لینک این دوتا کلیپ رو هم آخر همین ویدیو میذارم تا بتونین با کلیک روی عکس هر کدوم اونا رو هم ببینین. برگردیم و پای حرفای حمید بشینیم و ادامه ماجرا رو از زبون خودش بشنویم. خلاصه خیلی اون لحظه تو فکر فرو رفتم. تصمیم جدی گرفتم که دور خیلی چیزا خط بکشم. یعنی عزمم رو جزم کردم آدم شم. شایدم تصمیم داشتم توبه کنم و اون لحظه اسمش یادم نمی اومد. خلاصه هرچی بود رنگ و بوی تغییر داشت.
انگار قرار بود یه حمید دیگه متولد بشه. انگار میخواستم این حمید رو دفن کنم و کارهایی که تو گذشته زندگیم بود و آزارم میداد رو چال کنم. برای همین وقتی برگشتیم همه شیشه های مشروب رو شکستم. کارامو سر و سامون دادم، تغییر کردم. انگار دیگه اون حمید سابق نبودم. خیلی عوض شده بودم. مدتی گذشت. یک ماه بود که روی تصمیمی که گرفته بودم محکم واستادم. مرد و مردونه پای تصمیم خودم موندم و به قول معروف چرخش 180 درجه‌ای رو تجربه کردم. شنیدم که یه عده از بچهای دانشگاه دوباره میخوان برن قم. دلم هوایی شده بود. دوست داشتم منم برم. چون تازه رفته بودم با هزار منت و التماس قبول کردن که اسم من رو هم بنویسن. خوشحال بودم. سری قبل به نیت تفریح و خوشگذرونی رفته بودم. اما این بار هدفم چیز دیگه ای بود. لحظه شماری میکردم که پام برسه قم. خلاصه ثانیه ها و دقیقه ها میگذشت و من مشتاق دیدار مجدد ولی خدا بودم. کسی که با بیمحلی و بیتوجهی خودش باعث تغییر بزرگی تو زندگی من شده بود. خلاصه روز موعود فرا رسید و ما با بچه های دانشگاه راهی قم شدیم. این بار که رسیدیم خدمت آقای بهجت، من دم در سرم رو پایین انداخته بودم. اون دفعه ایشون صورتش رو به سمتم نگرفته بود. تو حال خودم بودم که دیدم بچه ها صدا میکنن. حمید، حمید، حاج آقا با شماست. نگاه کردم دیدم آقای بهجت به من اشاره میکنن که بیا جلوتر. رفتم جلو. آهسته در گوشم گفتن یک ماهه که امام زمانت رو خوشحال کردی. انگار کسی تو گوشم زمزمه میکرد و میگفت ترک هر گناه مساویه با نشوندن لبخند بر لبان نازنین حضرت مهدی سلام الله علیه. ترک هر گناه مساویه برداشتن یک قدم در مسیر ظهور امام زمانه. خلاصه من دیگه حمید سابق نبودم. آدم جدیدی بودم که انگار تازه از مادر متولد شده. و این رو مدیون فقیه و عارف زمان بزرگ مرد عرصه سلوک عملی آیت الله محمد تقی بهجت فومنی بودم. روح شاد و یادش گرامی. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. اگه دوست دارین کلیپ های دیگه با موضوع زندگی نامه علما بسازیم و تو کانال منتشر کنیم، کافی اسم اون عالم رو تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودین. بعد از خداحافظی بنده، کلیپ هایی در ارتباط با این کلیپ یا کلیپ هایی که میتونه برای شما مفید، جذاب، جالب و آموزنده باشه به نمایش در میاد که میتونین اونها رو هم تماشا کنین و با اشتراک گذاری اونها در شبکه‌های اجتماعی و ارسال برای دوستانتون، شما هم در ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک بشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.